به نام خدا. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. 28 صفر سال روز شهادت پیامبر اسلام. به منظور گرامی داشت شهادت پیامبر اکرم، انبوه زائران با پای پیاده به سمت حرم حضرت علی علیه السلام حرکت می کنند. و حفر 7 حلقه چاه آب در مناطق فقیرنشین مزار شریف. هدیه دیگر از سوی مؤسسه های مصباح حسین، IHC و دفتر آیت الله العظمی شیرازی به مردم مزار شریف. وقت شما بخیر. 28 صفر الاحزان سال 11 هجری سال روز شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد. روایات مختلفی در منابع شیعه و سنی وجود دارد که رحلت پیامبر را مرگ طبیعی ندانسته و شهادت می دانند. این روایات می توانند موضوع شهادت پیامبر اکرم را اثبات نمایند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. با توجه به منابع اسلامی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مرگ عادی از دنیا نرفتند، بلکه با زهر مسموم و به شهادت رسیدند. لذا به کار نبردن واژه شهادت برای ایشان یکی از مظلومیت‌های آن حضرت است. در کیفیت مسمومیت پیامبر اکرم و اینکه چه کسانی و با چه انگیزه ایشان را مسموم کرده اند، روایات متواتر و متعددی در منابع شیعه و اهل تسنن و در کتب مختلف تاریخی ذکر شده و شرح ماجرا به وضوح بیان شده است. اکنون به تعدادی از این روایات با استناد به منابع فریقین اشاره می نماییم. احادیث و روایاتی از پیامبر و صحابه و امامان معصوم که شهادت پیامبر را تأیید می کنند. در کتاب بصائر الدرجات و همچنین کتاب بهار الانوار از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود هیچ پیامبری یا وصی او نیست مگر آنکه شهید می شود. عبدالله ابن مسعود از صحابه مشهور پیامبر اکرم که در بقیع مدفون است، کشته شدن پیامبر در سنه 10 هجری را تأیید کرده است. در کتاب بهار الانوار جلد 22 صفحه 516 در روایت دیگری نقل شده که عایشه و حفصه به او سم نوشاندند. برخی از علمای شیعه که شهادت پیامبر اکرم را تأیید می کنند. شیخ طوسی از فقیهان، محدثان و متکلمان بزرگ امامیه در قرن 4 و 5 هجری نوشته است رسول خدا 2 شب مانده از ماه صفر در سال 10 هجری مسموم درگذشت. علامه هلی، مجتهد شیعه، فقیه و اصولی در قرن 7 و 8 قمری شهادت رسول خدا را به وسیله سم ذکر می کند. محمد ابن علی اردبیلی، محدث و رجال شناس شیعه قرن 11 قمری هم نوشته است پیامبر در مدینه مسموم درگذشت. شهادت پیامبر اکرم در کتاب‌های اهل تسنن. تنها شیعیان نیستند که معتقد به شهادت پیامبر اسلام هستند، بلکه روایات فراوانی در صحاح و دیگر کتاب‌های اهل تسنن وجود دارد که همین موضوع را تأیید می‌نماید. محمد ابن سعد ابن منیع هاشمی که یک سنی مذهب متعصب و مورخ و سیره نویس مشهور بغداد در قرن 3 هجری قمری بوده، پیرامون موضوع زندگی و سیره پیامبر اسلام میگوید در روایتی آمده است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مسموم درگذشت و 63 ساله بود. محمد ابن عبدالله حاکم نیشابوری، تراجم نگار شافعی قرن 4 کشته شدن رسول خدا را تأیید کرده است. ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی، تاریخ نگار شافعی مذهب، از عبدالله ابن مسعود روایت کرده است که وی گفت
اگر 9 بار قسم بخورم که رسول خدا کشته شده است، برایم محبوب تر است از اینکه 1 بار قسم بخورم که او کشته نشده است، به جهت اینکه خداوند او را پیامبر شهید قرار داده است. با استناد به مجموعه روایات نقل شده در کتب شیعه و اهل تسنن، می توان نظریه شهادت ناشی از مسمومیت پیامبر را تقویت کرد. کودتا و توطئه ترور پیامبر اسلام و ماجرای حدیث قرطاس در اواخر عمر آن حضرت، سوء قصد به جان پیامبر توسط دشمنان اهل بیت در عقبه و کودتا و توطئه ترور ایشان در سال آخر عمر از جمله مصائب خاتم الانبیاء بوده، چنان که مورخان نوشتند پس از واقعه غدیر عده‌ای هنگام بازگشت به مدینه در مسیر جلوتری تدارک کودتا و ترور پیامبر اکرم را برای مقابله با جانشینی امیرالمؤمنین کشیده بودند و طبق برنامه‌ای تصمیم داشتند تا شتر پیامبر از جای رد شود که در آنجا پای او در یک گودال فرو رفته و سقوط کند، سپس آنان بر سر پیامبر بریزند و حضرت را به شهادت برسانند. پیامبر اکرم در آخرین روزهای حیات، در حالی که گروهی از اصحاب در حضور پیامبر بودند، در روایتی که مشهور به حدیث قرطاس است فرمودند: آتونی به دواهن و قرطاس اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده، برای من دوات و کاغذی بیاورید تا برای شما وصیتی را بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید. با دقت در متن کلام پیامبر، هدف از نوشتن این مکتوب جلوگیری از گمراهی امت بوده است و پاسخی که خلیفه دوم به این درخواست پیامبر می‌دهد قابل تأمل است. وی در جواب پیامبر چنین گفته است: حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است. پس از درخواست پیامبر و این سخن عمر، بین صحابه سر و صدا بلند شد. خواستند بروند قلم و دوات بیاورند. عمر ابن خطاب دید آنچه پیامبر می‌خواهد نوشته خواهد شد، لذا با بی‌شرمی تمام چنین گفت: ان الرجل لیهجر، این مرد هذیان می‌گوید. پیامبر خدا در تاریخ 28 صفرالاحزان سال 11 هجری در مدینه منوره چشم از جهان فرو بستند. ایشان هنگام شهادت سر بر سینه برادر خیش حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام داشتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع در استان بدخشان افغانستان می گویند طی 3 سال گذشته وضع محدودیت علیه زنان و دختران از سوی طالبان سبب افزایش ازدواج های اجباری و بیماری های روانی در میان دختران و زنان این استان شده است. شماری از دختران بدخشان می گویند که با گذشت هر روز مشکلات اقتصادی آنان افزایش یافته و بسیاری از خانواده ها در این استان به دلیل نداری مجبور به ازدواج های اجباری دخترانشان می شوند. پزشکان رواندرمانی نیز می گویند که ایجاد محدودیت طالبان نسبت به آموزش، تحصیل و کار زنان در 3 سال گذشته آنان را در حالت ناامیدی از آینده قرار داده است. در 24 ساعت گذشته 8 نفر بر اثر تب دنگی در بنگلادش جان خود را از دست دادند. گفتنی است تعداد مرگ و میر ناشی از تب دنگی در بنگلادش از ابتدای سال جاری تا کنون از سطح 1600 نفر فراتر رفته است. در اطلاعیه اداره عمومی خدمات بهداشتی بنگلادش گزارش شده که در 24 ساعت گذشته 8 نفر بر اثر تب دنگی در این کشور جان خود را از دست دادند که نیمی از آنها در داکا پایتخت این کشور بودند. برابر با قوانین برزیل، شرکت‌های خارجی که در این کشور فعالیت داشته باشند باید در برزیل نماینده قانونی مستقر داشته باشند، اما بر اساس گزارش‌ها ایکس از اوایل ماه جاری میلادی در برزیل نماینده قانونی نداشته است. پس از امتناع ایلان ماسک از پیروی از قوانین محلی،
ایکس در برزیل آفلاین شده و کسب و کار میلیون ها کاربر تعطیل شدند و نیم میلیون نفر به پلتفرم رقیب یعنی بلو سکای روی آوردند. این دیوان همچنین دستور داد کسب و کارها و افرادی که سعی کنند از طریق راه‌های دور زدن فیلترینگ و با استفاده از VPN ها به ایکس دسترسی پیدا کنند با جریمه‌های مالی سنگینی تا حدود 9000 دلار مواجه خواهند شد. مهندسان شیمی در دانشگاه بریتیش کولومبیا سیستم جدیدی ایجاد کردند که مواد شیمیایی پایدار در طبیعت را در یک فرایند یک پارچه جمع‌آوری و از بین می‌برد. گفتنی است مواد پروپیلی فلوروآلکیل به دلیل مقاومت در برابر گرما، آب و لکه ها به طور گسترده در تولید کالاهای مصرفی مانند لباس‌های ضد آب استفاده می‌شود. با این حال آنها همچنین آلاینده هایی هستند که اغلب به آبهای سطحی و زیرزمینی در سرتاسر جهان می روند و ایجاد سرطان، آسیبهای کبدی و سایر مسائل بهداشتی و بیماری را ناشی می شود. در همین راستا دکتر یوهان فاستر دانشیار مهندسی شیمی و بیولوژیکی در دانشکده علوم کاربردی طی اظهاراتی گفت شیوه ابداعی جدید می تواند این مواد را در منبع آب قبل از اینکه به سلامت ما آسیب برساند نابود و منحل گرداند. نتایج تحقیقات جدید که روز پنجشنبه در نشریه سلامت جهانی لنست منتشر شد نشان داد که بیش از نیمی از جمعیت جهان ریز مغذی های ضروری از جمله کلسیم، آهن و ویتامین های C و E را دریافت نمی کنند. 68% جمعیت جهان به اندازه کافی یود دریافت نمی کنند. یود در غذاهای دریایی، تخم مرغ و شیر وجود دارد و بدن برای ساختن هورمون تیروئید به آن نیاز دارد. محققان برای برآورد مصرف جهانی 15 نوع ریزمغذی کلیدی از داده‌های غذایی استفاده کردند. ریزمغذی‌های کلیدی عبارتند از کلسیم، یود، آهن، ریبوفلاوین، فولات، روی، منیزیم، سلنیوم، تیامین، نیاسین و ویتامین‌های C12، B6، A و E. طبق این نتایج زنان در مقایسه با مردان یود، ویتامین B12، آهن و سلنیوم کمتری دریافت می‌کنند، در حالی که مردان کلسیم، نیاسین، تیامین، روی، منیزیم و ویتامین‌های C، A و B6 کافی دریافت نمی‌کنند. توصیه معمول برای بهترین زمان مصرف داروهای فشار خون بالا مصرف آن در صبح بوده است. این یافته‌ها که در کنگره انجمن قلب و عروق اروپا در سال 2024 ارائه شد بر اساس داده‌های 5 کارآزمایی و نزدیک به 47000 بیمار است. گفتنی است بیماری فشار خون سومین عامل خطرناک برای همه بیماری‌ها در بریتانیا پس از سیگار کشیدن و رژیم غذایی نامناسب به حساب می‌آید. میلیون ها نفر از شیعیان اهل بیت علیهم السلام برای گرامی داشت شهادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله راهی شهر مقدس نجف شده اند تا برای عرض تسلیت و همدردی در حرم پسر عموی آن حضرت امیرالمومنین علیه السلام گرد هم آیند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه جاده های منتهی به نجف اشرف شهر امیرالمومنین علیه السلام مملو از زائران است که با پای پیاده از استانهای مختلف عراق به سوی این شهر آمدند. علاوه بر آن زائرانی از دیگر کشورها از ملیتهای مختلف به ویژه ایرانیها و افغانستانیها که به مناسبت ایام اربعین حسینی وارد عراق شده اند در مراسم سالگرد شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز شرکت خواهند نمود. گفتنی است که عبدالامیر الشمری رئیس کمیته عالی امنیتی زیارت‌های میلیونی و وزیر کشور عراق روز یکشنبه به نجف اشرف سفر کرد. دفتر اطلاع رسانی الشمری در بیانیه‌ای
هدف از این سفر را نظارت وی بر طرح تأمین امنیت زیارت سالروز شهادت رسول اکرم اعلام کرد. با نزدیک شدن به سالروز شهادت نبی اکرم، اقدامات لازم برای تأمین امنیت در استانهای عراق و استقبال از زائران در حال انجام است. مجمع رسانه امام حسین علیه السلام پخش زنده مشایع مردم عراق به سمت نجف اشرف به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت پیامبر اکرم را نیز پوشش می‌دهد. علاقمندان در سراسر جهان می توانند از طریق فرکانس های این مجموعه رسانه ای به شبکه امام حسین علیه السلام دسترسی یافته و تصاویر زنده مشایع شهادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را مشاهده کنند. این تصاویر با شکوه در بسترهای فضای مجازی مجموعه رسانه ای امام حسین علیه السلام مانند فیسبوک، یوتیوب، باکس تیوی ها و اپلیکیشن های این مجموعه رسانه ای نیز پخش می شود. در راستای اقدام های نیکوکارانه مؤسسات وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، اقدام جدید دیگری برای تأمین آب آشامیدنی مردم افغانستان صورت پذیرفت. بر اساس این گزارش، در آستانه شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، 7 چاه آب آشامیدنی با همکاری مؤسسه نیکوکاری فرهنگی در شهر مزار شریف افغانستان حفر و افتتاح گردید. شایان ذکر است کمک های مالی نیکوکاران و تلاش دفتر آیت الله العظمی شیرازی در مزار شریف همراه با همکاری مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و یاری مؤسسه IHC در لندن، جدیدترین پروژه نیکوکارانه و بشردوستانه را در شهر مزار شریف افغانستان رقم زدند. لازم به ذکر است که پیش از این نیز 19 چاه آب آشامیدنی تا ماه شعبان 1445 با همکاری دفتر معظم الله در مزار شریف، مؤسسه خیریه مصباح حسین علیه السلام و مؤسسه IHC در لندن حفر شده بود و با این حساب تعداد چاه‌های حفر شده به 26 حلقه چاه رسید. این اقدام خیر باعث خوشحالی صدها خانواده نیازمند و مورد بهره برداری آنان قرار گرفت. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. 28 صفر سال روز شهادت پیامبر اسلام. به منظور گرامی داشت شهادت پیامبر اکرم، انبوه زائران با پای پیاده به سمت حرم حضرت علی علیه السلام حرکت می کنند. و حفر 7 حلقه چاه آب در مناطق فقیرنشین مزار شریف، هدیه دیگر از سوی مؤسسه های مصباح حسین، IHC و دفتر آیت الله العظمی شیرازی به مردم مزار شریف. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایا رو نگهدارتون.